برای بررسی بیشتر این تحولات سهیل جان‌نثاری پژوهشگر علوم سیاسی از شهر بارسلون با ماست و فرج سرکوهی روزنامه‌نگار و نویسنده از فرانکفورت آلمان با ما همراه شده. آقای جان‌نثاری، از اول از شما شروع می‌کنم. می‌خواستم نظر کلیتون رو بدونم درباره نارامی‌های اخیر. من با اعتراض کنندگان فکر می‌کنم همراهی خاصی ندارم، چون شعارهای خطرناکی بعضا شنیده شده توی این تظاهرات ها، در واقع شعار به نفع خاندان پهلوی یا شعارهای ضد بعضی از قومیت های ایرانی، مشخصا ضد اعراب. من از این اساس، از این نظر در واقع هیچ گونه همراهی نمیتونم داشته باشم با این شعارها، اما به نظرم چیزی که لازمه تمام نیروها هم روش توافق بکنن اینه که آزادی اعتراض یک اصل لازمه و باید همه بپذیرن این رو. اما به هر حال آنها حق اعتراض خواهند داشت، یعنی باید بتونن اعتراضشون رو بدون مشکلی، بدون خشونت انجام بدن. آقای سرکوهی، شما چی فکر میکنید؟ ببینید، اولا اینکه آدم چند تا شعار حاشیه‌ای رو برداره و عمده بکنه خیلی کار موزیکی هستش. مردم دارن میگن مردم به جان آمدن. اینی که حتی خود مقامات حکومتی هم میگن از وضعیت اقتصادی، از تبعیض، از ستم، از فقر، از افزایش فقر. و بعد هم این که کسانی که این همه سال علیه ددمنشانه ترین خشونت های رژیم جمهوری اسلامی لب باز نکردن، علیه کشتار 67، علیه اعدام های سال 60، علیه قتل های زنجیره ای، علیه کشتن نویسندگان، اون وقت وقتی که مردم شورش میکنن بلافاصله یا چون موضع خشونت میکنن، به نظر من اینها باید کمی شرم کنن. اما نکته اساسی اینه، در هر جامعه اقشار و لایه های گوناگونی وجود داره. در جامعه ما هم لایه های فقیر، کم درآمد، محروم، کارگران، حاشیه‌نشینان وجود دارند و تقریبا هم اکثریت جامعه رو تشکیل میدن. در دور دوم ریاست جمهوری آقای رفسنجانی ما دیدیم که شورش های شهری گسترده شروع شد. من ایران بودم، من در اسلام شهر بودم، من از نزدیک فعال و ناظر بودم. این شورش های شهری اعتراض مردمان بود به فقر، به تبعیض، به فساد نهادی میشده و به ستمی که بر اونها اعمال میشد. بعد البته با آمدن موج مردم سالاری دینی که آقای خاتمی آورد، لایه های میان درآمد رانتی و لایه های ثروتمند رانتی تونستن با ارائه مفهوم مردم سالاری دینی لایه های محروم جامعه هم به دنبال خودشون بکشن. اما به هیچ کدوم از خواسته های اونا حتی توجه هم نکردن. نه تنها خواسته ها رو برآورده نکردن، توجه هم نکردن. انباری از نارضایتی های اقتصادی در جامعه وجود داره و اینها به اصطلاح دنبال عدالت اجتماعی هستند، چون که ما در یک اقتصاد رانتی زندگی میکنیم که نه بر اساس تولید و توزیع کالا، که بر اساس به اصطلاح توزیع درآمدهای نفت و گاز هستش و کسانی که به قدرت نزدیکن از این درآمدها بهره میگیرن و این فساد نهادینه شده طوری است که همه جناح‌های حکومتی دیگه علیه هم به خوبی افشا کردن. حالا آقای روحانی آمد با گفتن اینکه برجام مشکلات اقتصادی شما رو حل میکنه، تونست بخشی از آرای این لایه های جامعه رو، محرومان جامعه رو به دست بیاره. مسئله این هستش که این لایه های محروم که این به ساخانه عدالت اجتماعی هستن، در طی چند سال گذشته به تدریج متوجه شدن که این خواسته ها با استبداد مانع تحقق خواسته ها. چرا؟ چون اعتصابات کارگری شد، سرکوب شد. کارگران خواستار اتحادیه کارگری هستن که در همه دنیا وجود داره، جلو اینا رو گرفتن، نمایندگانشون رو زندانی کردن، در زندان ها در واقع به قتل رسوندن، کشتن یا خودشون مردن، بهشون نرسیدن در غیره. اینا به تدریج اعتراضات اقتصادی کردن، تازه هم نیست، این بسا چندین سال هست، و بعد به تدریج با صد استبداد سیاسی مواجه شدن. حالا ما در مقطعی هستیم که خواسته های عدالت اجتماعی لایه های محروم یعنی اکثریت جامعه با سیاست پیوند خورده، یعنی اینا دریافتن که با دیکتاتوری نمیتونن اتحادیه کارگری تشکیل دن، دیکتاتوری مانع اتحادیه. بنابراین هر دو جنبه الان در ایران وجود داره و حالا هر دو جنبه به هم گره خورده و این گره خوردگی یک تحول بسیار مهمی است. دیگر اینکه من یک نکته بگم، در تمامی این تظاهراتی که اخیراً شده و در واقع با این سرعت فراگیری در دیگه در همه شهرستان های کوچک و بزرگ ایران هست، ما ندیدیم شعاری به نفع اصلاح طلب بدن. یعنی هژمونی روحانی و اصلاح طلبا بر لایه های محروم جامعه از دست رفته و این خوبه. و بعد این لایه ها در واقع دارن مثل همه کشورهای دیگه به هویت خودشون پی میبرن، به خواسته های خودشون پی میبرن، به نیازهای خودشون پی میبرن و میدونن که باید مستقل و متحد خواسته های خودشون رو دنبال بکنن و این خواسته ها حالا اقتصاد و سیاست برگیره. خب من فکر میکنم این دو تا جناح باید با آقای سرکوهی تماس بگیرن که ظاهرا پاسخ تمام پرسش ها داره. آقای سرکوهی خیلی مستقیم به من توهین کرد، الان گفت که موساکه. من فکر میکنم موساکه اینه که با این فاصله ما بشینیم از اینجا، من بارسلون، آقای سرکوهی در فرانکفورت، و فکر کنیم که تمام مردم ایران یا حالا اکثریت مردم ایران رو داریم توی این تظاهرات ها میبینیم و به نوعی تحلیل بکنیم هر چیزی که خودمون در واقع می‌خوایم رو جا بزنیم به عنوان خواستهای مردم. این دقیقاً همون کاریه که جریان اصولگرا و جریان اصلاح طلب هم دارن انجام میدن. هر دو این جناح‌ها
چه اصلاح طلبانی که من بهشون نزدیکتر هستم، چه اصولگرایانی که خب پیچ کنم ما فکر کنم نزدیکی بهشون نداشته باشیم. هر دو دارن سعی میکنن خواسته مردم رو، خواسته معترضان رو در واقع مصادله کنن به نفع خودشون. و اینها آقای روحانی مثلا مستقیما میگه که اینها به دنبال آزادی هستن، اصولگراها بعضا میگن که اینها به دنبال مالکیت اقتصادی هستن، و خب تظاهراتی هم تشکیل دادن در واقع به نوعی برای مصادره جریان به علیه دولت روحانی. این اتفاقی که افتاده همه دارن تلاش میکنن این رو مصادره کنن به نفع خودشون، خواسته های خودشون رو جا بزنن، و عملا هیچ کس نمیدونه واقعا چی شده. یه خط خیلی مشترک بین تحلیلگران زیادی توی شبکه‌های مختلف من دیدم توی این چند روز این بوده که هیچ کس نمیشناسه، کسی رو نمیشناسه مستقیما که توی این تظاهرات شرکت داشته باشه. من توی شهرهای مختلف، حالا جاهایی که زندگی کردم یا حالا آشنایی دارم، تلاش کردم کسی رو پیدا کنم که توی این تظاهرات ها توی این اعتراضات شرکت کرده باشه، ولی هیچ کس نیست. من هم تنها نیستم، تحلیلگران مخالف نظام ایران. شما هم فکر میکنید کسانی که دارن تو تظاهرات شرکت میکنن کیا هستن؟ نمیدونیم. نکته همینه. آقای دکتر محسن میلانی یه توییت خیلی خوبی نوشته بود چند روز پیش، نوشته بود از کسانی بترسید الان که جوابهای بیشتری دارن از سوالهای بیشتر. ما الان هنوز در مرحله پرسشگری هستیم، هنوز نمیدونیم چه خبره. آقای سرکوی، شما شبه برخورد حکومت و با تظاهرکنندگان چطور میبینید؟ ببینید، اولا این چیزی که نمیدونم کسی که خارج هست نباید حرف بزنه داخل، این دیگه خیلی نخل ما شده. دوم اینکه شما فیلم ها رو نگاه کنید، در همه فیلم ها مردم دارن یه سری شعارها میدن. این شعارها شعارهای اقتصادی هست، میگن ما فقر نمیخوام، علیه فساد هست، علیه قوه قضاییه است، علیه رهبر جمهوری اسلامی است، و بعدم میگن ما هر دو جناح رو نمیخوام. این شعارها تو فیلم ها هست، شما هم نشون دادین، روشن هم هست. بنابراین اینکه یکی بیاد بگه نمیدانیم و شک داریم و نخیر اینها نمیدونم از خارج و عربستان چه بوده، اینا شوخی هستش. توده ها بخش مهمی از مردم ایران به میدان آمدن و خواسته های خودشون که خواسته های ریشه داری هم هست، خواسته هایی در ساختار اجتماعی ما هست. خود آمارهای نظام میگه که انبوه عظیمی از مردم زیر خط فقر زندگی میکنن. این خط فقر یک روزی به صدا در میاد. اینها حذف شده بودن، صداشون بریده شده بود یا تحت تاثیر شعارهای دیگه بودن، حالا برآمده و بعد حالا به صدا در اومدن. وقتی که میان شعار میدن، میگن که اصولگرا نمیدونم اصلاح طلب واجی تموم شد. وقتی اینا به خودشون برگشتن، از سال 1332 تا حالا اولین بار هستش که لایه های محروم، زحمتکشان، کم درآمدها به اصطلاح مستقل، خواسته های مستقل خودشون رو مطرح میکنن. و این خواسته ها رو که تو فیلم ها هست، تو شعارها هست، ما همه رو میبینیم. این که باید بترسیم. بله، کسانی که میخوان حافظ نظام باشن، کسانی که میخوان این نظام ادامه پیدا بکنه، این نظامی که بر تبعیض استوار است، این نظامی که بر اینا باید بترسن. مردم چرا باید بترسن؟ ممنونم آقای سرکوری، عذر میخوام که فرصت بیشتری نداریم. فرج سرکوری، روزنامه‌نگار و نویسنده از فرانکفورت با ما، و سهیل جان نصاری، پژوهشگر علوم سیاسی.